پروردگار در روز قیامت به اندازه غضب میگیره که هرگز نه قبل از اون نه بعد از اون دیگه غضب نگرفته. هیچی اونمو ذات به اونمه قدر قدرت و عظمتش در این روز بسیار غضب میگیره. هیچ کسی نمیتونه کوچکترین حرکتی از خودش رو انسان ها در یک بی سرنوشتی عجیبی غرقه. مردم جمع میشه پیش انبیاء علیه السلام، پیش آدم میرن که از پروردگار بخوای کرد یقل می حساب و کتاب ما رو شروع بکن، از می بی سرنوشتی خلاص شوید. پروردگار به خاطری که بی نهایت غضب گرفته جرأت نمیکنه آدم علیه السلام به عنوان اولین بشر، به عنوان اولین انسان، به عنوان اولین نبی با پروردگار این گپ را پیش بکنه. مردم پیش ابراهیم، پیش نوح مراجعه میکنه. نوح علیه السلام به عنوان اولین رسول در میان بشریت و به عنوان یکی از بزرگترین پیامبران اول العزم الهی جرأت نمیکنه که چیزی بگه. پیش ابراهیم میآید، ابراهیمی که الله او را خلیل خود گرفته. ابراهیم علیه السلام با اینمی صفتش نمیتونه در مقابل از الله تبارک و تعالی استاد شو و از الله مطالبه شروع محاسبه بشریت را بکنه. میگه نمیتونه. پیش موسی میره، نمیتونه. پیش عیسی علیه السلام نمیگه نمیتونه. پس ای غیر المغضوب علیهم، غضب الله چیز کوچکی نیست که انسان بتونه ازش فرار بکنه، انسان نادیده بگیرش. غیر المغضوب علیهم، او غضبی که انسان از اون نجات نمییابه، قسم به الله از نجات نمییابه و پشیمانی سودی بر انسان نمیده و راه نجات نداره و راه بازگشتی هم نداره. آرزوی مرگ را میکنی، مرگ به طراقت نمیایه. پس ای غضب چیز کوچکی نیست وقتی میگی غیر المغضوب علیهم.